با عرض سلام خدمت همه دوستان و همراهان ما در دوره آموزشی توسعه برنامه نویسی اندروید بر پایه جاوا. در جلسه قصدیم در خصوص افکت ریپل در اندروید صحبت بکنیم. در جلسه گذشته ما با سلکتور و تگ سلکتور در اندروید آشنا شدیم و یاد گرفتیم که چطور می توانیم با استفاده از این تگ به عنوان مثال برای باتن های خودمون بک‌گراندی رو طراحی بکنیم که زمانی که بر روی اون باتن کلیک میشه بک‌گراند باتن ما تغییر بکنه. اوکی، خب در این جلسه قصد داریم با یک افکتی آشنا بشیم برای حالا بک‌گراند باتن های خودمون و حالا ویو های خودمون تحت عنوان ریپل. اگر بخوام نمونه ای از این بک‌گراند رو به شما دوستان نشون بدم، ببینید که بک‌گراندی رو که بنده برای این باتن طراحی کردم، زمانی که بر روی این باتن کلیک میکنم افکتی رو که مشاهده میکنید که به شکل موجدار هست و یک دایره به صورت حالا شروع میکنه به رشد کردن رو ما بهش میگیم رواق ریپل افکت. این افکت از اندروید 21 به بعد معرفی شد توسط گوگل و ما میتونیم برای دیوایس هایی که API 21 به بعد رو دارند از این افکت استفاده بکنیم. اوکی، بسیار خوب. اما اینکه چطور میتوانیم این افکت رو طراحی بکنیم موضوعی است که در این جلسه میخوایم بهش بپردازیم. بنابراین من در اندروید استودیو پروژه‌ای رو تحت عنوان ریپل بک‌گراند ایجاد کردم. دوستان باید دقت داشته باشید که این افکت همونطور که توضیح دادم از API 21 به بعد قابل اجرا خواهد بود. بنابراین برای دیوایس هایی که API پایین تر از 21 رو دارند ما نمیتونیم این افکت رو مشاهده بکنیم و یا اینکه اجرا بکنیم، و اگر به این نکته توجه نداشته باشی و بخوایم که حالا برای API 21 به پایین در واقع این افکت رو اجرا بکنیم اپلیکیشن ما کرش خواهد کرد. خب ما قصد داریم به گونه این کار رو انجام بدیم که بر روی تمام دیوایس ها مشکلی بابت این موضوع نداشته باشیم. پس ما بایستی برای API 21 به بعد اگر قصد داریم از این افکت استفاده کنیم، خب این افکت رو طراحی بکنیم و برای API حالا پایین تر از 21 از همون بک‌گراندی که به صورت سلکتور طراحی می کردیم استفاده بکنیم.